شود که حکم به اصطلاح این مرجع کمیسیون استیناف سازمان‌های ممنوعه، خب همجور گفتم حکم بسیار مفصلی است. اگر بخوایم در یک کلام محصول حکم رو، نتیجه حکم رو در واقع بگیم، همین هست که با همین تعبیری که تبدیل به تعبیر بسیار جنجالی هم شده و من دیدم که حتی روزنامه انگلستان این رو خیلی هاشون تیز کردن، هم روزنامه گاردین هم تیز کرده، هم روزنامه اسلامی تلگراف امروز تیز کرده، کلمه پرورس که در واقع اگر بخوام این در یک کلمه اقدام وزیر خارجه یا وزارت خارجه، وزارت داخلی انگلستان، وزارت دفاع انگلستان به درج نام مجاهدین در لیست توریستی رو با چی تعبیر کردند، کل این رو بخوام خلاصه کنیم، به قول معروف مارکی که یا تعبیری که از این اقدام وزارت کشور انگلستان کرده همین کلمه پرورسه. پرورس رو در مورد ترجمهش و در مورد مفهومش خیلی تو گیومه گذاشتن. در واقع علت همین هست که تو خود متن حکم به صراحت گفته شده که این تعبیر به طور معمول در مورد اقدامات دولت کسی به کار نمیبره، یعنی تعبیریست میشه گفت به نوعی بی ادبانه یک مقدار، یعنی در واقع خارج از نرم نزاکت‌های حقوقی و سیاسی. شاید ترجمه میکردن نامعقول، به اصطلاح غیر منطقی. من دیدم که یک روزنامه عربی همین رو خودش ترجمه کرده بود به احمقانه. یعنی شما ببینید، شاید میدونید خیلی روشنه که اولا در فرهنگ حقوقی ترمها و کلمات بسیار بسیار بار دارند، متفاوت هست با حتی فرهنگ سیاسی. در این حال در انگلستان اساسا انگلستان شناخته میشه به اصطلاح به پروتکل و رعایت آداب و سنت و ادب و این نوع مقولات. بنابراین وقتی در کشور انگلستان یک دادگاه، یک وزارت کشور همون مملکت رو اقدامش رو با این کلمه بیان میکنه، یعنی اقدام رو میگه اقدامی غیر منطقی، اگر بخوایم محترمانه بگیم اقدامی غیر منطقی، اقدامی نامعقول، یا اگر بخوایم یک پا به اصطلاح خودمونی تر این تعبیر رو بکنیم میشه یک اقدام احمقانه. این کلمه به نظرم حاصل این حکم در رابطه با اقدام وزارت کشور انگلستانه. ولی اگر بخوام یه مقدار به اصطلاح به جزئیات موضوع پردازیم، من اگر اجازه بدین یک خلاصه از مطالبی که در این حکم ثبت داده شده میخواستم که از روی خود حکم اشاره کنم و بخونم، به نظرم بسیار بسیار مهمه. در مقدمه خود حکم به در واقع مطالبی در رابطه با سازمان مجاهدین خلق ایران به نوعی به سطح رسیده که به نظرم اینها قابل توجه. البته بسیار از مواد این حکم در اونها مطالبی که به نوعی میشه گفت اعتراف یا اذعان به درستی راه و حقانیت مسیر، از اینها کم نیست توی این حکم. ولی حالا به طور خاص به برخی از اینها که در مواد اولیه حکم اونها اشاره شده، من اینها رو میخوام مقدارشو بخونم برای اینکه ببینیم که در واقع علاوه بر نتیجه نهایی حکم در رابطه با مجاهدین یک مطالبی به اصطلاح در یک متن حکم دادگاه متفاوت است با یک مقاله سیاسی یا حتی با یک موضع‌گیری سیاسی. بالاخره حرف‌ها وقتی بسیار بسیار بالغ میشه تبدیل میشه به متن حکم، به یک متن قانون یا به متن حکم دادگاه. میگوید که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان سیاسی ایرانی و عضوی از شورای ملی مقاومت ایران میباشد. تو پرانتز تصریح کرده که سازمان مجاهدین در لیست سازمان ممنوع انگلیس نیست. انتیارای نیست. ببخشید. شورای ملی مقاومت در لیست سازمان ممنوع انگلیس نیست. که این اهمیت داره این تصریح با توجه به این نکته که حتما بینندگان میدونن که مثلا آمریکایی‌ها اصرار دارن که این همانی بین شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق رو به اثبات برسونن و حتی در نامگذاری سال 99 وزارت خارجه آمریکا اگر اشتباه نکنم یکی از دلایل اصلی که آوردن، شاید دلیل اصلی این بود که شورای ملی مقاومت همون سازمان مجاهدین خلق ایرانه. پس تصریح به این حقیقت در متن حکم مضمون حقوقی و سیاسی داره. من فقط یادآوری کنم اینجا که در همون زمان که این رو اونجا به ثبت دادن، مقام رسمی وزارت خارجه آمریکا برای دومین بار گفت که
این حرف رو هم ما به خواست رژیم ایران ملحوظ کردیم. قبلش هم خود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا صراحتا گفت که ما شورای امنیت ملل رو در لیست وارد نکردیم به خاطر اینکه جدا است. به هر حال سبت این توی حکم قابل توجهه. میگه که این سازمان در سال 1965 تأسیس شد. هدف اولیه آن مخالفت با رژیم شاه بود. هدف فعلی آن و همچنین هدفش برای سالهای متمادی جایگزین نمودن توکراسی موجود، یعنی همین رژیم آخوندی، با یک حکومت منتخب دموکراتیک در ایران است. خب این بیان قابل توجهه در تعریف سازمان مجاهدین خلق ایران. بعد اشاره میکنه به نقش فعال مجاهدین در قیام مردم ایران برای سرنگونی رژیم شاه در سال 79 و بعدم این که به سرعت با رژیم آخوندی به خاطر خیانت این رژیم به آرمان‌های مردم ایران، حالا این تعبیر من البته، ولی میگه که با رژیم بناگرای آیت الله خمینی که جایگزین اون رژیم شده بود درگیر شد و بعد هم در واقع رژیم سرکوبگر، رژیم آخوندی تبدیل رژیم سرکوبگر شد و کشتارها شروع کرد. بعدن باز در اینجا در همین حکم در ماده 16 به این حقیقت اشاره میکنه که در سال 81 به فرانسه اومدن مجاهدین، ولی بعد از مذاکرات بین مقامات فرانسوی و ایرانی دولت فرانسه به طور مؤثر با اونها به عنوان خارجی‌های نامطلوب رفتار کرد و رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران با چندین هزار هوادار خود به عراق منتقل شد، که باز این هم شهادت یک واقعیت تاریخی است که در واقع فشارهایی که دولت وقت فرانسه در اون زمان دولت شیراک بر مقامات ایران و بر رهبری مقامات ایران وارد آورد. همچنین میگوید که در عراق در چندین محل و اساسا در قرارگاه اشرف مستقر شدند. محل اشرف رو نام برده و گفته که در اونجا قرارگاه بود که در اونجا چیزی بنا نهادند که نهایتاً به یک شهر کوچک تبدیل شد و در اونجا تا زمان تهاجم در عراق توسط نیروهای ائتلاف در سال 2003 زرادخانه تسلیحات قابل توجهی از تانک و خمپاره نگه داشتند. اهمیت این تجهیزات و تحویل دهی نهایی اونها به نیروهای ایالات متحده در هر دو طرف بحث ها بوده که با اشاره خواهیم کرد. بعدم میفهمید که در واقع این به صورت آزادانه و داوطلبانه صورت گرفته. بعد میگوید که ممنوعیت سال 2001 تا اشغال عراق در سال 2003 سازمان مجاهدین خلق ایران مستمرن در یک کمپین برای مشروعیت بخشیدن به استاتوی خود به عنوان یک جریان دموکراتیک غیر مذهبی که تلاش دارد به شیوه صلح‌آمیز رژیم غیر دموکراتیک ایران را سرنگون کند بوده است. یعنی در واقع باز به تلاش گسترده مجاهدین برای اینکه این انگ رو که بهشون چسبیده بودن بردارن از همون سال 2001 اشاره میکنه و بعد به این حقیقت که خانم نوروزی هم در اپیزود صحبتشون به تفصیل و به زیبایی توضیح دادن اشاره میکنه که این سازمان حمایت تعدادی از نمایندگان هر دو مجلس را در پارلمان به دست آورده است. پژوهش‌خواهان فعلی 35 نفر هستند که 16 تای آنها از مجلس عوام و 19 عضو از مجلس اعیان هستند. در میان گروه دوم یک عضو دیوان عالی کشور و 5 QC که یعنی همون وکیل مشورتی حضور دارند. در واقع اینجا به این حقیقت در واقع داره تو متن حکم اعتراف میشه که تلاش، فعالیت و کوشش و در این حال همونجور که خانم نوروزی گفتن به زیبایی مظلومیت و حقانیت این مقاومت موجب شده که تعادلی در داخل خود انگلستان و توسط خود انگلیسیا به نفع مقاومت ایران بچرخه، به طوری که بالاخره 35 نفر از نمایندگان مردم انگلستان در هر دو مجلس